میترسیدن ما رو میدیدن، از اینکه مردم هم ما میترسیدن ما لذت میبردیم و فکر میکردیم، یعنی تو من اینطور ایجاد شده بود که میگه گفتم باید بیرحمی کنه تو این دنیا. عیسی مسیح رو وقتی که مصلوب میکردن اون میتونست انتقام بگیره و حتی در پای صلیب مردم به اون میگفتن که اگر بخوای خودت رو آزاد بکن، چرا خودت رو آزاد نمی کنی؟ در اصل ما میبینیم که عیسی مسیح در اونجا نمیخواست انتقام بگیره. سلام بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که بار دیگه در برنامه کلمه در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه زندگی شخصی رو خواهیم شنید که در وجود او پر از نفرت، کینه و انتقام جویی بود و مردم رو آزار میداد. ولی میبینیم که خداوند چطور زندگی این شخص رو عوض میکنه. همینطور مهمون عزیزی داریم که در این زمینه با او گفتگویی خواهیم داشت. با ما همراه باشید. علی در خانواده مذهبی در پایین شهر تهران به دنیا آمد. دوران کودکیش را با مصیبت‌ها و غم و اندوه گذرانید. علی شاهد ظلم و بیرحمی‌های بسیاری از جانب اطرافیان به خانواده‌اش بود و این موضوع باعث شده بود که او با نفرت و خشم و کینه پا به جامعه بگذارد و دیگران را مورد آزار و اذیت قرار دهد. وقتی تو دوران کودکی تا نوجوانی رو نگاه میکنم، این همه شرارت، این همه بدبختی، این همه بیرحمی به زندگی بهم شده بود. من دوران نوجوانی موقعی که بی‌سرپرست شدم، پدرم از دست دادم، دو تا خونه‌ای که داشتیم به محض اینکه پدرم مرد با به هزار طریق دستمو کشیدن خونه‌ها رو به محله‌های پایین‌تر رفتیم. با یه گروه خیلی بدتر من رفیق شدم، دوست شدم، تو اون محیط بزرگ شدم. من کینه در دلم ایجاد شده بود که چرا اینجوری شد، چرا ما به این راه، که چه ما مگه به کی بد کردیم که اینطوری شدیم. یه عقده تو دلم جمع شد، هیچ وقت نمیتونستم کسی رو ببخشم و دائم اون کسایی که نقشه میکشتم برای اینکه یه جور عقدم رو سر اینا خالی کنم، همش منتظر فرصت بودم که یه جوری به اونا دسترسی پیدا کنم و عقدم رو سرشون خالی کنم. تمرسی که بهم تسکین میداد مشروب بود، ولی مشروبم که میخوردیم شرارتمون بدتر میشد. شیشه های ماشینا رو میشکوندیم، بعد لذت میبردم، انگار کینم میخواست خالی شه. بعد پشت درا رو مینداختیم تو خونه های مردم، از این مواد منفجرزا مینداختیم، اذیتشون میکردیم به هر طریقی. مردم از ما میترسیدن، ما رو میدیدن، از اینکه مردم از ما میترسیدن ما لذت میبردیم و فکر میکردیم، یعنی تو من اینطور ایجاد شده بود که میگه گفتم باید بیرحمی کنه تو این دنیا، چون بهم بیرحمی شده منم بیرحمی میکنم. در همین طریق من سلوک کردم تا به سن نوجوانی رسیدم. به سن جوانی از ایران خارج شدم، به خارج از کشور رفتم و اونجا مثل آبی که بگرده چاله رو پیدا کنه با گروه اربابهای اونجا آشنا شدم، خلافکارهای بزرگ اونجا، شروع کردم برای اونها کار کردن و خودم دنبال این مسیر بودم و کار دیگه نمیتونستم انجام بدم و برای اونها شروع کردم کار کردن. مدارک جعلی میزدیم، یه سری چیزای جعلی انجام میدادیم که دستگاه‌های خیلی جعلی بود که ما انجام میدادیم، اون کار رو انجام میدادیم. بعد کارم انقدر بالا گرفت که من 13 تا 14 تا کارگر داشتم، اینا برای من کار میکردن. در همون سن نوجوانی بود، جوانی بود که در یک ثانیه روح از بدن من جدا شد. موقعی که جسمم از بدنم که جدا شدم، فکر کردم دارم خواب میبینم، دیدم نه، جسمم رو زمینه. نگاه کردم دیدم همه چی عادیه، همه چی برام عادی بود. همه چی نگاه می‌کردم تو خیابون، مردم ها، تو همه سر کار خودشون، همه چی ترس برام داشت. موقعی که باز به جسمم برگشتم، ضربان قلبم شروع کرد زدن، دوباره انگار زندگی بهم برگشت و رنگ و روم پریده بود. ترسیدم و مطمئن شدم که زندگی بعد از مرگ هست. شروع کردم، خواستم خدا و دنیای خودم رو با تواسمون بخرم با پول. شروع کردم زیارتگاه رفتن، چه در ایران چه در خارج از ایران. شروع کردم اعمال مذهبی رو انجام دادن، سعی کردم خیلی خوب باشم،
ولی هیچ کدوم منو تسکین نمیداد. این پولایی که میدادم به همین مشروب خوریم ادامه میدادم، تا اینکه انقدر باز شرارت من اونجا به اوجش رسید، دیگه از طرف مامورین اونجا تو تنگ بودم، من از اونجا فرار کردم، به ایران برگشتم. و موقعی که به ایران برگشتم توی مرحله از سنی افتادم، تصمیم گرفتم ازدواج کنم. با یه خانواده خیلی مذهبی آشنا شدم و با دخترشون ازدواج کردم. دیگه تو محیطی که بزرگ شده بودم نمیتونستم بمونم، محیط برام خیلی بد بود، خجالت میکشیدم، خاطرات خوبی از این محیط نداشتم، از جوانیم خجالت میکشیدم، کارهایی که انجام داده بودم. بعد نمیخواستم خاطرات گذشتم برای خانومم رو بشه، برای همسرم. خواستم از اون محیط فرار کنم، گفتم بذار از این محیط برم، از این محیط، تو این محیط نباشم بهتره. من به محیط جدیدی رفتم، حدود 2 سال من تنها بودم، سعی کردم زندگی تشکیل بدم. که این حدود 2 سالی که از خانواده دور بودم، در تنهاییام به مشروب، به سیگار، به دوستان ناباب، دوستانی که مثل خودم بودن، من خودم هم ناباب بودم، با اینها آشنا شدیم و تو مجلسایی میرفتیم که دود و دم و سیگار و همه چی بود. تو محیط من تو اون وضعیت بودم، خانوادم به هم پیوست، خانوادم اومد پیش من و متوجه شد که من سیگار میکشم، بعد الکلم بیشتر شده تو زندگیم. توسط که دوستانمون دعوت شدم خونهشون، ایشون مسیحی بودن، برای خانم من دعا کردن. خانم من بعد یه مدت متوجه شدم که کتاب مقدس میخونه، ایشون گفت من قلبم به مسیح دادم، من خدا رو ملاقات کردم. چیزی که میگفت برام خیلی تازگی داشت، اصلا درکش برام خیلی سخت بود. در صورت به عقیدش احترام میذاشتم، اجازه میدادم کتاب مقدس بخونه، تو مجلس مسیحی شرکت کنه، به کلیسا بره. ایشون رو من خودم به کلیسا میبردم، برمیگردوندم با ماشین. و دیگه یه روز که از این وضعیت خیلی واقعا خسته شده بودم، دیگه تحمل نداشتم، شروع کردم واقعا قلبم باز کردم برای خدا. گفتم خدایی که زمین و آسمون رو خلق کردی، خدایی که منو خلق کردی، من به تو ایمان دارم، من این وضعیت خسته شدم، تو فکر منو میخونی، میدونی من چه تصمیمی تو سرمه، اگه بخواد به این کارش ادامه بده من ازش جدا میشم. علی وقتی در ماشینش با دلی شکسته دعا میکند، خدا او را ملاقات کرد و تمام گناهانش را بر او آشکار نمود و بعد از آن صدای پرمهر و محبت خدا را میشنود. تمام گناهانی که انجام داده بودم از تو ذهنم همینجوری با تصویر رد میشد، همه رو میدیدم و جالبش اینجا بود هر چی که میدیدم احساس شرم و خجالت میکردم، چون احساس میکردم یه کسی قدوس اونجا پیشم هست، اینا داره بهم نشون میده. و لابلای تصاویر من 3 بار صدا شنیدم، گفتش که گناهاتو بذار دوش من، من اونا رو میبخشم. من جرأت کردم تو رویا ازش سوال کردم، حالت خجالت داشتم، حالت ترس و خجالت بهم دست داده، جرأت کردم ازش سوال کردم، خداوند صداش کردم، گفتم خداوند تو گناهانی رو بهم نشون دادی که به تو کردم، به خودم کردم، خدای من اونها رو میبخشی. ولی یه سری گناهانی که خودت میدونی من مردم آزاری زیاد کردم، شرارت زیاد کردم، من صورت کسایی رو میبینم که منتظر عدالت تو هست، اینا منتظرن عدالت تو رو ببینن. واقعا اگه بخوای منو ببخشی به خاطر اون گناهان، عدالت زیر سوال میره، جواب اونا رو کی میخواد بده؟ که باز یه صدا شنیدم که گفت عدالت من صلیب منه. من انگار همه چی برام باز شد، متوجه شدم که مسیح نه تنها گناهان منو بخشیده، بلکه تمام اون شرارت، تمام اون خجالت، تمام اون کارهایی که کردم، شیشه هایی که میشکوندم، مردم آزاری که میکردم، اون ضربه هایی که به مردم رسوندم، کارهایی که کردم، همه اونها رو مسیح به خودش گرفته، همه رو مکید روی صلیب به خودش. مسیح فقط گناهان منو نبخشید، مسیح گناهان منو جواب تواز پس داد، به جای تک تک گناهان من مجازات شد، بس من میمردم و به جای من مرد. بعد از این ملاقاتی که تو ماشین با خداوند داشتم، جلسه کلیسا تعطیل شد، خانمم اومد و بعد ما برگشتم خونه. موقعی که برگشتم خونه تا 2:30 شب من خوابم نمی‌برد، مدام به اون ملاقاتی که با خداوند داشتم فکر می‌کردم و شرم و خجالت تمام وجودمو گرفته بود از اینکه فهمیده بودم که یکی جای من به جای تمام این بدیایی که کردم مصلوب شده. و
رفتم اتاق بغلی زانو زدم. من یک رو واقعا گریه میکردم و اعتراف کردم تمام گناهانم، اعتراف کردم که هرچی بهم نشون داده بود صحت داشت، واقعا هرچی که تصویر بهم نشون داده بود صحت داشت. ازش تشکر کردم که به جای من گناهان رو به خودش گرفت، ازش قبول کردم اون بخشش گناهان رو و ازش دعوت کردم بیاد تو قلبم. واقعا تو قلبم اومد، من تولد تازه در من ایجاد شد. من فقط خلاصه میتونم بگم که در گذشته تا الان واقعا مسیح چه کاری در زندگیم کرده. من شخصی بودم غمگین، الان شاد شدم در مسیح. اسیر بودم، آزاد شدم. ناامید بودم، امیدوار شدم. بیمار بودم، من شفا پیدا کردم. من ترس داشتم، الان هیچ ترسی دیگه ندارم. من مرده بودم، زنده شدم. الان میدونم کجا دارم میرم بعد از مرگ. من 30 سال زانوام جلوی خدایی که نمیشناختم خم شد، الان جلوی خدای قادر مطلق میدونم، خدایی که در صورت عیسی مسیح جسد بشه زانوام در مقابل خم میشه. من در نظر مردم مردود بودم، بی‌ارزش بودم، کسی به من ارزش قائل نمیشد، ولی الان به اندازه خون مسیح ارزش دارم. الان خانواده الهی بزرگی در زمین و در آسمان دارم که به من ارزش قائل میشن، منو تحویل میگیرن. من واقعا کر بودم، آواز خداوند رو شنیدم، بهش لبیک گفتم. واقعا کور بودم، چشام بینا شد، خدا رو دیدم، شکوه و جلال و ملکوتش رو دیدم. دهان من پر از نفرت بود، چیزی که خیلی تعجب میکردم از من دور شد. پر از نفرت، کینه، پر از فحش، حرفای زشت. اما دهان من فقط کلام هم شکوه و جلال خدا ازش بیرون میاد. من دستای من که یه زمان ابزار دست شیطان بود، الان وسیله دست خدا شده. خدا چند بار دستای من برای شفا استفاده کرد. این دستام 5 سال من با آسمون بلند میکنم، هر دعایی که میکنم خداوند جواب میده. پاهای من هر جا قدم میگذاشتم اونجا شهری به پا میشد، اونجا گناهی انجام میشد. الان برای خداوند شتابانه، افکارم پر از شرارت بود، الان پر از نیکویی خداوند شده. دائم در خداوند تفکر میکنم. من از خداوند ممنونم، واقعا اینم تغییر در زندگی من انجام داد. دوستان، همونطور که زندگی آقای علی رو دیدیم که چطور نفرت و کینه هر روز زندگیش رو بیشتر و بیشتر در بر میگرفت و طوری که تمام انرژی خودش رو گذاشته بود تا انتقام و آزار بده به مردم و هر روز با مشروب و الکل و سیگار میخواست خودش رو تسلی بده، ولی حتی اونها بهش تسلی نمیداد و اون آزار و اذیت‌هایی که به مردم میداد باعث عذاب وجدان او شده بود. فکر میکنید که چرا این کارا رو میکرد آقای علی؟ خب در داستان زندگیش هم بیان کرد که از بچگی یه سری مشکلات و مسائلی داشته که فکر میکرده با آزار مردم، با شرارت میتونه یک مرهمی روی این زخمای زندگیش قرار بده، ولی نه تنها اونها مرهم نشدن، بلکه روز به روز میبینیم که زندگی آقا علی رو به تباهی بیشتری فرو رفت. خب البته خیلی از مردم هستن که واقعا به خاطر اون مشکلات و اون شرایط روحی که در طول زندگیشون داشتن، شاید خیانت‌های زیادی به اونها شده، سوء استفاده شده، حق اونها رو خوردن و اینها به مرور کینه و نفرت در قلبشون ایجاد کرده و فکر میکنن که شاید با انتقام جویی و با اینکه دیگران رو اذیت کنن آرام بشن و میبینیم که این موضوع اونها رو آرام نمیکنه. ولی خب خدا رو شکر میکنیم که همونطور که آقای علی خودشون تصمیم گرفتن با جدیت خدا رو پیروی کنن و از خدا کمک خواستن و خدا چطور اون دل زخم دیده و دل درد دیده او رو مرهم گذاشت و تمام اون کینه ها و تمام اون نفرت و انتقام جویی رو از دل او برداشت، همین خدا قادره که زندگی مردم دیگه که این عزیزانی که شاید امروز دارن برنامه ما رو نگاه میکنن و دلشون شاید خیلی شکسته است، خدا قادر زندگی اونها رو عوض کنه. کتاب مقدس چی میگه به ما؟ بله، آیاتی از کتاب مقدس رو براتون میخونم. در مورد محبت به دشمنان هست. شنیدید که گفته شده همسایت رو محبت نما و با دشمنانت دشمنی کن؟ اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا به در خود را که در آسمان است فرزندان باشید. زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدکاران میباراند. اگر تنها آنان را محبت کنید که شما را محبت میکنند، چه باداشی خواهید داشت؟ آیا حتی خراجگیران چنین نمی کنند؟ و اگر تنها برادران خود را سلام گویید، چه برتری بر دیگران دارید؟ مگر حتی بت‌پرستان چنین نمی کنند؟
پس شما کامل باشید چنان که پدر آسمانی ما کامل است. به واقعا چقدر کلام خدا شیرین و حیات بخشه، چقدر زیبا و چقدر دلنشینه. واقعا چطور میتونیم ما کسانی که ما رو اذیت کردن ببخشیمشون، کسایی که سالهای سال به ما آزار رسوندن ببخشیم؟ این غیر ممکنه مگر اینکه حضور عیسی مسیح در زندگی ما باشه. ما الان میخواییم عزیزان با همدیگه دعا کنیم و میخواییم که شما رو نیز دعوت کنیم در این دعا با ما متحد باشید تا قوت خدا رو در زندگیمون بچشیم و محبت او تمام وجود ما رو در بر بگیره تا واقعا بتونیم با قوت خدا کسانی که ما رو آزار دادن ببخشیم. خداوندا، در نام قدوس عیسی مسیح به حضور تو اومدیم. میخواییم که با تمام قلبمون از تو تشکر کنیم برای اینکه این همه منتظر موندی تا ما به سوی تو برگردیم. این همه خداوند و از تو نااطاعتی کردیم، نافرمانی کردیم، ولی تو با عشق و محبت خودت ما رو بخشیدی. به ما خداوند اونطور که حقمون بود با ما رفتار نکردی، بلکه یگانه فرزند خودت عیسی مسیح رو فرستادی تا به خاطر گناهان ما جانش بر روی صلیب فدا بشه و خون او تمام گناهان ما رو پاک کنه تا آزاد بشیم از نفرت، از کینه و از انتقام جویی. خداوند، عزیزانی که برنامه ما رو نگاه میکنن امروز، شاید سالهای سال به اونها ظلم و ستم شده، حق خوری شده و تمام وجودشون به مرور از نفرت و کینه و تمام زندگیشون رو به انتقام جوییه. خداوند، دعا میکنم امروز قدرت تو تمام زندگی اینها رو دربر بگیره و زندگی اونها رو دگرگون کنی، همونطور که زندگی علی رو دگرگون کردی، اوی که در غم و ظلمت و تاریکی و در گریه بود، ولی تو به او خداوند شادی و سلامتی و لبخند دادی. اونی که پر از نفرت بود، تو امروز به او محبت دادی. اون که میخواست انتقام جویی کنه، ولی امروز میخواد که کلام شیرین تو رو به مردم برسونه، در مورد محبت تو امروز صحبت میکنه. خداوند، دعا میکنم زندگی تک تک دوستانم که امروز به این برنامه نگاه میکنن و دلشون شکسته شده به خاطر عذابهایی که دیدن، امروز دل شکسته اونها رو تو مرهم بذار و به اونها قدرت بده که بتونن اون کسایی که بهشون بدی کردن ببخشن. در نام قدرتمند عیسی مسیح دعا کردم که در نام او قدرت هست بر هر ضعف، بر هر ناتوانی، بر هر نفرت و کینه و انتقام جویی. خدای قدوس، تو حاکم باش بر زندگی این عزیزانم در نام پرجلال مسیح، برای جلال نام تو ای پدر، آمین. از آن شاید در این دعا خدا یه کاری در زندگی شما کرد و یه لمسی از حضور خدا چشیدید. ما هم میخواییم بدونیم که چه اتفاقی در زندگی شما میگذره. اگه میخواید با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق tv@kalame.com به ما ایمیل بفرستید. بعد از آگهی با مهمان عزیزی در خدمت شما خواهیم بود. کارتون می تواند هویت گم شده شما را بار دیگر احیا نماید. خیلی خیلی کارتون قشنگی بود و ما خیلی کیف کردیم، هم ما هم بچه ها، و چقدر برای خود ما این آموزنده بود و کاش که بیشتر از این فیلم ها بسازیم. لطفاً برای تهیه کارتون ارزش شما با شماره تلفن و آدرس زیر تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید کارتون را در سایت kalame.com مشاهده نمایید. در ضمن می توانید کتابچه ارزش شما را تهیه و به دوستانتان هدیه بدهید. برای بچه‌ها، تمام بچه‌ها، نه بچه‌ها، تمام مردم در دنیا اینو محبت خدا رو نشان دادم. ما خیلی خیلی خوشحال شدم.
متاسفانه خیلی از مردم هستن که زندگیشون پر از انتقام‌جویی و نفرته و مردم آزاری و فکر میکنن با مردم آزاری میتونن از عقده‌ها و مشکلات روحی و روانی خودشون آزاد بشن. اما حقیقتاً نه تنها نتیجه نخواهد داد، بلکه روز به روز در گودال مشکلات بیشتر فرو خواهند رفت. بسیار خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت کشیش میلتن هستیم و در این زمینه سوالاتی رو با ایشون بررسی خواهیم کرد. کشیش میلتن، خیلی خوش آمدید. کشیش میلتن، بعضی از مردم پر از نفرت و کینه هستند و در زندگیشون به دنبال فرصتی میگردن که انتقام جویی کنن، مثل زندگی آقای علی که شنیدیم. شما چه صحبتی برای این نوع عزیزان دارید؟ صحبت من برای این افراد این هستش که باید ریشه یابی بکنیم که این نفرت و کینه از کجا به وجود میاد. شاید اطلاع داشته باشیم که خیلی چیزها در زمان کودکی ما شکل میگیره و مثلا در ضمیر ناخودآگاه ما جا میگیره و کمبودها و بعضی چیزهای دیگر که در زمان کودکی اتفاق افتاده منجر به عقده‌های خاصی میشه که نمیتونیم به اونها برسیم. در نتیجه به عنوان مثال اگر زورگویی داشتن به ما یا اگر مورد خاصی بوده که نمیتونستیم صدامونو بیرون بکنیم، به اصطلاح بجنگیم با اون، وقتی که رشد میکنیم و مخصوصا در سنین نوجوانی قرار میگیریم، آن سن خیلی بحرانی، شروع میکنیم به خالی کردن اون عقده ها، من جمله مردم آزاری، من جمله شکستن شیشه این، نمیدونم کارهای مختلف کردن. ولی یه چیز رو میدونیم که همین کینه و نفرت ما رو وادار میکنه که به اصطلاح اون عقده خود را به صورت انتقام خالی بکنیم. انتقام که بگیریم انگار احساس خواهیم کرد خیلی راحت میشیم، اتفاقا برعکسه، انتقام کارو خرابتر میکنه. و برای همین کلام خداوند خیلی زیبا میفرماید که انتقام از آن من است، من میتونم انتقام رو بگیرم، شما نگیرید. و بعد که میگه ما نگیریم، یعنی از کینه و نفرت داریم دست بکشیم. خیلی ممنون. بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم با کارهای خوبمون و صدقه دادن میتونیم خداوند رو راضی نگه داریم و یه مرهمی رو روی زخمای خودمون قرار بدیم، روی عذاب وجدان‌های خودمون، ولی بازم تو زندگی نه آرامش داریم نه به اون احساسی که می‌خوایم میرسیم. نظر شما در این مورد چیه؟ به نظر من خب قوانینی هستش در همه جا، یک قانون قانون انسانی است و یک قانون قانون خدایی است و ما به صورت انسان میخواییم که با روش و قوانین ساخته خود انسانی ما بریم جلو. همونطور که فرمودید در جملتون و در سوالتان، ما میاییم کارهایی رو انجام بدیم که وجدان خودمون رو آرام بکنیم یا در اصل پوششی برای راحتی وجدان خودمون درست میکنیم، مثل صدقه دادن، مثل نیکوکاری ها. ولی صحبت اینجاست که آیا واقعا کارهایی که انجام میدیم نیکوکاری هستن یا آیا با صدقه دادن میشه این کارو کرد و چه اتفاقی میفته بعد از مدتی که این کارها را مرتب انجام میدیم؟ این راحتی وجدان برای ما عادی میشه، دیگه وجدان عادت میکنه به این مسئله، در نتیجه چیزی عوض نمیشه در زندگیمون. ولی اگر از این طرف نگاه بکنیم، اونجا شخصیتی وجود داره به نام عیسی مسیح که میتونه نه از طریق قانون انسانی بلکه از طریق محبت خودش، از طریق روش کلام خودش ما رو کمک بکنه و ما رو در روش جدیدی قرار بده که اون وقت ما رو عوض خواهد کرد. کشیش میلتن، ما چطور میتونیم به این گونه افراد که دلشون پر از انتقام و کینه هستش کمک کنیم؟ باز به نظر من بهترین مثال خود خداوندمان عیسی مسیح است، چرا که عیسی مسیح چون یک انسان به دنیا آمد. ما میبینیم که عیسی مسیح رو وقتی که مصلوب میکردن او میتونست انتقام بگیره و حتی در پای صلیب مردم به او میگفتن که اگر میخوای خودت رو آزاد بکن، چرا خودت رو آزاد نمیکنی؟ در اصل ما میبینیم که عیسی مسیح در اونجا نمیخواست انتقام بگیره، نمیخواست کینه داشته باشه، برعکس فریاد میزنه که پدر اینها رو ببخش. در جواب سوال شما و کمک به این افراد، ما باید با ملایمت و محبت خداوندمون عیسی مسیح این عزیزان را دوست داشته باشیم، یک، و دوماً به این عزیزان بگیم که با کینه و نفرت جلو رفتن به جایی نمیرسه، برعکس به استاندارد زندگی خودمان یعنی این انسان واقعی یعنی عیسی مسیح نگاه کنیم که در اوج زخم‌ها و شدت تهمت‌ها، نفرت‌ها و کینه‌ها او داشت میبخشید و بخشیدن را به این عزیزان یاد بدیم. البته زمان خواهد
داشت و طول خواهد کشید، ولی من مطمئن هستم که خداوند کمک خواهد کرد. بله. در زندگی آقای علی میبینیم که خداوند اون رو از فساد، تاریکی، از مشروب، مردم آزاری، نفرت و کینه و خیلی چیزهای دیگه خداوند اون رو آورد بیرون و بیرون کشید. و اون خداوند الان برای این افرادی که هنوز تو زندگیشون نفرت دارن، انتقام جویی دارن، اون خداوند چه پیغامی براشون داره؟ فکر میکنم که پیغام اول خداوند برای این گونه افراد این هستش که اولا اونا رو خیلی دوست داره و به خاطر اینکه اونا رو خیلی دوست داره ما رو میبره به پیغام دومش که همون باز صلیب خود باشه و روی صلیب هست که نه فقط عیسی مسیح رابطه ما رو با خود خدا برقرار میکنه، اون رابطه ای که بر اثر کینه، نفرت و گناهان ما تیره و تار شده بود، یه دیوار جدایی رو به وجود آورده بود، بلکه بین رابطه ما انسان ها با هم دیگر نیست. و خب طبیعتاً داستانی مثل داستان آقای علی و دیگران بیشتر کینه و نفرت از مردم هستش تا بعض وقتا شاید از خدا، ولی ما میبینیم که در این چهارراه یا همان صلیب عیسی مسیح میبینیم که درست بر میخونیم به قلب پرمهربان عیسی مسیح که این نفرت و کینه رو همه رو پیغامش اینجاست که در آن مقطع میتونه کمک بکنه. پس آغوش عیسی مسیح برای این افراد بازه، با محبتش بازه، و وقتی که بخوان عدالت رو سوال بکنن آنجا بر روی صلیب عیسی مسیح به خاطر اینکه گناهان ما را و آنها را همه ما را بخشیده، عدالت خدا بر روی صلیب برقرار شده و این فکر میکنم پیغام بزرگی است برای همه این افراد. خیلی ممنون کشیش میلتن، چقدر صحبت‌ها و مشورت‌های شما باعث برکت ما بود، مخصوصاً قسمت که در مورد محبت خداوند برای صلیب صحبت کردید. همینطور نیست؟ بله همینطوره. واقعا متشکریم کشیش میلتن از صحبت‌های پربرکت شما. از آن امیدوارم شما نیز برکت گرفته باشید از این برنامه و جواب بعضی از سوالاتون رو دریافت کرده باشید. عزیزان اگر به کمک و راهنمایی بیشتری نیاز دارید میتونید به وبسایت kalame.com مراجعه کنید. و اگر میخواید با ما در تماس باشید لطفاً از طریق ایمیل tv@kalame.com میتونید برای ما ایمیل بفرستید. خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه. دیوانوار از رنج روزهای آغازین زندگی گذشتن، ویرانگری، فرار، آزار، شکستن و آتش خشم خیش را بر مردم فرود آوردن، شاید نفرت بر دیگران کودکی غصب شده را در کانون گرمش باز پس دهد، شاید در پناه پتک سرد و آهنین خشم هر ضربه ای آسان کند بغض نابگشوده را. آیا محبت و عدالت روی خیش را خواهد نمود؟ اگر در خواب هم از چهره مرگ خیش پریشان گردیم و توان باز خریدن گذشته را نداشته باشیم، زندگی نشان خواهد داد که عدالت و محبت نزد خداست، پاسخ نزد اوست. آتش محبت او بغض‌ها را، دربدری‌ها را، نفرت و خشم را خواهد گسست و حضورش گرمای خانه دلشکستگان خواهد بود.